سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتها این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. هوش مصنوعی باستانی. هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی یا همان AI شاخه گسترده‌ای از علوم کامپیوتری است که مربوط به ساخت ماشین‌های هوشمند است که قادر به انجام وظایفی هستند که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند. کمتر از یک دهه پس از شکستن رمز دستگاه رمزگذاری آلمان‌ها انیگما توسط آلن تورینگ و کمک به نیروهای متفقین برای پیروزی در جنگ جهانی دوم، آلن تورینگ ریاضیدان مشهور برای بار دوم با یک سوال ساده تاریخ را تغییر داد. آیا ماشین ها می توانند فکر کنند؟ جرمی آکین، مدیر عامل دیتا روبات، در سال 2017 در ژاپن در همایش تجربه AI سخنان خود را با ارائه تعریف زیر درباره نحوه استفاده از AI آغاز کرد. AI یک سیستم کامپیوتری است که قادر به انجام کارهایی است که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارد. هوش مصنوعی به طور کلی تحت دو دسته گسترده قرار می گیرد: هوش مصنوعی ضعیف و هوش مصنوعی قوی. هوش مصنوعی ضعیف در یک محدوده خاص عمل می کند و شبیه سازی شده از هوش انسانی است. هوش مصنوعی ضعیف غالباً بر روی انجام یک تک وظیفه متمرکز می شود و در حالی که ممکن است این ماشین ها هوشمندانه به نظر برسند، اما محدوده کارایی آنها کاملاً محدود است. هوش مصنوعی قوی نوعی هوش مصنوعی است که در فیلم ها ما می بینیم. یک دستگاه با هوش بالا است و تقریبا مانند یک انسان می تواند از آن هوش برای حل هر مشکلی استفاده کند. نمونه های هوش مصنوعی قوی عبارتند از دستیاران هوشمند مانند سیری و الکسا و ابزارهای پیش بینی و ربات های بدون سرنشین و ربات های مکالمه‌ای برای بازاریابی و خدمات به مشتری. اما هوش مصنوعی باستان چیست؟ می خواهم ساده بیان کنم و از تعریفات علمی پرهیز کنم. AI همیشه وجود داشته است، اما نه در یک ربات که از فلز ساخته شده باشد. این یک طرح بیولوژیکی است که قبلا ابدا شده است و نه توسط یک خدای معمولی در آسمان. در حقیقت من توصیه می کنم یک قدم به عقب برگردیم و به خودمان نگاه کنیم. آیا این جالب نیست که ما می خواهیم هوش مصنوعی ایجاد کنیم و بعد از آن بتوانیم در این جهان به عنوان کامپیوتر یا ربات استفاده کنیم تا کارهایی را برای ما انجام دهند، در حالی که ما خودمان AI هستیم؟ من AI را زیر سوال نمی برم، اما در واقع خیلی از دانشمندان و نظری پردازان معتقدند که ما AI هستیم و منحصر به فرد و خاص هستیم. من نمی خواهم اعتقادات و باورهای شما را خراب کنم یا وقت شما دوستان را با دروغ بگیرم. من فقط می خواهم آنچه به شما نشان داده نشده را به شما نشان دهم و چشمانتان را باز کنم. دانشمندان چاپ سه‌بعدی را اختراع کردند و جهان حیرت زده شد، اما باید بگم قرن‌ها هست که چاپگر سه‌بعدی در شکل نهایی خود وجود دارد و به آن رحم گفته می شود. دانشمندان خوشحال از آن که هوش مصنوعی اختراع کردند، اما قرن‌ها هست که هوش مصنوعی در شکل نهایی خود وجود دارد و آن را ذهن می نامیم. دانشمندان به دنبال ساخت ربات بودند و هستند، اما ربات کامل قرن‌ها هست ایجاد شده است و به آن بدن انسان گفته می شود. آیا هرگز تعجب نکرده اید که چرا انسان‌ها نمی توانند در این سیاره جا بیفتند؟ شاید به این دلیل باشد که ما به طور طبیعی برای این سیاره نیستیم. ما با یک هدف خاص ایجاد شده ایم و در اینجا قرار گرفته ایم. ولی متاسفانه آن هدف مدت ها است که فراموش شده و ما اینجا گیر افتاده ایم. آیا تا به حال تعجب نکرده که وقتی ما با خود ما صحبت میکنیم با چه کسی صحبت میکنیم؟ چه کسی است که گوش میدهد و چرا اصلا باید با خودمان صحبت کنیم؟ دلیل این است که شما به عنوان یک AI در آن بدن هستین که منجر به افکار و احساسات می شود. بنابراین AI در حال مدیریت است و سوار بر بدن شما است. این به معنای نفی شما نیست، شما وجود دارید. اما این بهترین طراحی مصنوعی است. بدنی که AI در آن کاشته شده از یک فرایند بیولوژیکی است. بنابراین بدیهی است که این طرح توسط گونه ها یا موجودات دیگری طراحی شده باشد و می تواند نسخه‌ای از خود را ایجاد کند. بنابراین کلونی چیز جدیدی نیست. این بی‌نظیره از آنجا که انسان به اندازه‌ای کامل طراحی شده است که موجود در بدن، منظور خود شما، حتی نمی تواند AI را زیر سوال ببرد.
اما این موضوع از آنجا ترسناک می شود که این AI به صورت مداوم در حال تحول است و با استفاده از تصاویر، لحظه ها و تجارب و خاطرات به طور مداوم خود را به عنوان یک دستگاه ارتقا می دهد. بسیاری از همین دست‌طرح‌ها در گذشته وجود داشتند و اکثر آنها شکست خوردند، به غیر از شکلی که اکنون داریم. بنابراین ما نژادهای مختلف زیادی مانند انسان داشتیم که بسیاری از آنها به خاطر کامل نبودن و نقص در طراحی از بین رفتن و منقرض شدند. و شاید به همین دلیل است که اطلاعات ما از تاریخ‌های دور بسیار کم است و یا غلط است، چون AI ما داده‌ها و اطلاعاتی از آنها ندارد. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.